سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. چون پنج شنبه شبهای دیگر در این شماره از تفسیر خبر نیز نگاهی میاندازیم به وضعیت کارگران در ایران، کارگرانی که از کارخانه ها اخراج شدند، کارگرانی که ماهاست حقوق خود را دریافت نکردند. در عرصه بین المللی، در نهادهای بین المللی مربوط به کار و کارگر چه می گذرد در ارتباط با وضعیت کارگران در ایران؟ و نیز گزارشی کوتاه خواهیم داشت از وضعیت کارگران زندانی در ایران. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای منصور اوساندو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. متاسفانه خبرهای خوبی نیست. امیدوار بودیم روزی روزگاری ما نقل کننده خبرهای خوب باشیم. در عرصه دیگر نیز خبر خوشی نداریم. همکار گرامی ما ناصر محمدی عزیز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با چهره و نام او آشنا هستید، جوان خود رو در لندن از دست داد. فرزنده جوان او از این جهان رفت و ناصر محمدی با قلب و دل حساسی که همواره در راه مردمان ایران میتپید و میتپد، در سوگ جوان خیش به عزا نشسته است. از طرف تفسیر خبر، کارکنان شبکه تلویزیونی ایران فردا، همه همکارانم در لندن و دفاتر ایران فردا در اروپا، آمریکا، به ناصر محمدی عزیز تسلیت میگیم و خود رو همدرد او و خانواده گرامی ناصر محمدی عزیز میدانیم. میدانم که شما عزیزان نیز که طی سالها با ناصر محمدی همراه بودید و او نیز با شما همراه، در این غم با من و با ناصر محمدی همراه هستید. امیدواریم که همه جوانان ایران روزگار خوشی داشته باشند، آینده روشن و درخشان و تندرستی پایدار. آقای اوسانلوی عزیز، سلام به شما. سلام و روز بخیر به شما، بینندگان عزیزمان، هم میهنانمان و همکارانی که این امکان رو برای ارتباط برقرار میکنن. سپاسگزارم. آقای اوسانلوی گرامی، خبرهای کارگری رو از شما میشنویم. در عرصه کارگری چه خبرهای خوبی برای ما دارید؟ خبرهای خوب که در عرصه کارگری مثل بقیه عرصه‌ای که در ایران، همینطوری که شما گفتید، متاسفانه فکر می‌کنم که تا زمانی که این حکومت وجود داره خیلی سخت و کم بتونیم بشنویم اونجایی که ایستادگی و مبارزه و اتحاد و همبستگی نتیجه بده. و الان خود این سیستم به جز اخبار نگران کننده و ناراحتی آفرین چیز دیگری برای ما کارگرها به عنوان خبر و هدیه نخواهد داشت.
این هفته اتفاقاتی افتاد که خب من به اصلی ترینش سعی میکنم توجه داشته باشیم توی این برنامه. یکی این که زمین چینی دولت 11 برای مقابله با تجمعات اعتراضی کارگران که آقای احمدی مقدم در این رابطه صحبتهایی داشته روز 19 مرداد به مناسبت گرامی داشته روز خبرنگار که به این خواهیم پرداخت. همچنین اینکه در رابطه محاکمه کارگران پتروشیمی رازی که در جنوب اتفاق افتاد، کارفرما 3 وکیل فرستاده برای اینکه کارگرها رو محکوم کنه که چرا درد دل کارگرها رو گفتن و اون نامه‌ای رو که جمع کرده بودن و امضا به دست آقای روحانی رسوندن موقعی رفته بود و تجمع بزرگ کارگری شد در اهواز چند ماه پیش که ایشون تشریف برده بود اونجا، و بعد حالا این کارگرها رو با این شرایط به محاکمه کشیدن. همچنین یک گزارش تلخ از اخراج کارگران و آخری وضعیت کارگرانی که در سد بنیر مریوان الان کار میکنن و متاسفانه ماهاست که حقوقشون رو نگرفتن. همینطور آمادگی کارگران لوله صفا برای یک اعتصاب دیگر در منطقه ساوه و چندی خبر دیگر در همین زمینه ها و با همین کیفیت، از جمله حضور کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس که روز 19 و 20 آمدند و این تظاهرات و حضور رو برای باز کردن کارخونه فولاد زاگرس در قروه داشتند. خب خبر زیاده، من سعی میکنم که برگردم به خبر اول و یه گفتگویی هم که با هم داشته باشیم در رابطه با کسانی که الان برای مردم مختلفی که در دنیا ستم بر اونا میره خب بیانیه میدن، اطلاعیه میدن و درود بهشون، کار بسیار خوبی میکنن. نسبت به کارگران و کودکان ایران هم ازشون بخواهیم با هم دیگه که این توجه ویژه رو داشته باشن. ببینید شما به این موضوع اشاره کردید، من این نکته رو بگم که یکی از کسانی که در این زمینه اقداماتی انجام داده آقای عزت‌الله انتظامی هست، هنرمند سینما و تئاتر ایران که اخیراً به مناسبت آنچه که در غزه اتفاق افتاده، چه ریشه هایی داره مسئله غزه و چرا آغاز شد، چرا ادامه پیدا کرد، به کجا رسید، این بحث ما نیست فعلا. اما آقای عزت‌الله انتظامی با دلسوزی ظاهرا برای کودکان غزه و برای مردمان غزه رفتن جلوی دفتر سازمان ملل متحد در دروز تهران. حرف شما کاملا درسته، اشاره شما حالا من مشخص نبود برای من به چه کس و چه کسانی است، اما اتفاقا فکر خوبی است. یعنی آقای انتظامی چرا نه، با استفاده از اعتبارشون در میون مردم به یک معنی، در نزدیکی با افراد حکومت و اعتباری که در میون افراد حکومت دارن که میدونیم از نزدیکی با آقای احمدی نژاد و آقای مشایی برخوردار بودن، همونطور که در تصاویر میبینیم مورد ستایش این دو بودن، همواره برخوردار بودن، چرا نه؟ ایشون چرا مثلا برای کارگران کودکان کار در تهران یک کمپین ران اندازن؟ یا چرا آقای انتظامی با استفاده از اعتبارشون به دروازه قار نرن و اونجا کمپینی را بندازن کودکانی که خرید و فروش میشن در دروازه قار؟ اون فکرش توصیه است. امیدوارم آقای عزت‌الله انتظامی و هنرمند ایرانی این توصیه رو بشنوند، بپذیرند و به اجرا بگذارند. من مطمئن هستم مزاحمتی هم برای ایشون ایجاد نخواهد شد. کودکان کار بسیار زیاد هستند. کودکان خیابونخواب در تهران قطعا در همون حوالی خونه خود ایشون هم پیدا میشه. چرا برای اونها کمپین را نندازن؟ توصیه شما چی هست آقای استانلوی عزیز؟ من البته فرد خاصی که حالا به طور دقیق شما گفتید مد نظر نبود. همه اون کسانی که وجدان انسانیشون این چنین به حرکت در آمده و برای ستمی که بر فرزندان، زنان و کودکانی در غزه و یا هر جای دیگه دنیا، الان داعش هم هست در کردستان به اصطلاح عراق اون جنایت ها رو کردن، یا در شهر کوبانی اون بلا رو بر سر مردم آوردن توی منطقه کردنشین و محروم سوریه و اینا، خب اخبارش کم و زیاد آمده.
همینطور که از همه این انسانهای مظلوم باید دفاع کرد، باید سیسه گفت، در کنار اونها همه این عزیزانی که به قول شما جلوی سازمان ملل میرن یا بیانیه میدن، نامه جمع میکنن، و همینطور که شما پیشنهاد کردید در رابطه با کودکان مظلوم ایران، کودکان کار و خیابان، کارگران اخراج شده، زنان سرپرست خانواده‌ای که همینطور موندن و مورد بدترین رفتارها تو کشور ما دارن قرار میگیرن، این افرادی که در داخل میتونن تریبون داشته باشن، شناخته شده هستن، هنرمند هستن، توی تلویزیون، توی سینما و بخش‌های دیگه هنری، موسیقی، تئاتر، و از یک مسئولیتی هم نسبتاً برخوردار هستن و حتی به عنوان نویسنده و یا اقتصاددان، روزنامه‌نگار و همه اینا خودشون به نوعی جزء زحمتکشان هم حساب میشن دیگه، میتونن بیان از کارگرای بیکار و کارگرایی که الان دارن توی پتروشیمی محاکمهشون میکنن، کارگرای پتروشیمی رو در دادگاه که چرا اومدید گفتید که ما حقوقمون رو 3 ماه دریافت نکردیم، بیان از این کارگرام حمایت بکنن یا بیان نسبت به این آقای احمدی مقدم اعتراض بکنن، که میاد خیلی راحت میگه اگر کارگرا توی خیابون بخوان بیان اعتراض کنن و بگن ما گشنه ایم، 6 ماه حقوق نگرفتیم، پلیس مجبور با اونها برخورد کنه. اما اگه تو کارخونه و تو معدن، پشت کوها، تو شهرستانا دوردست، هیچکی نبینشون، هر چقدر تو حیات کارخونهشون بخوان داد بزنن، ما با اونا کاری نداریم، که البته اینم دروغه، چون ما موقعی توی شرکت واحد اعتصاب داشتیم در داخل منطقه 6، همین آقای قالیباف که اون موقع نیروی انتظامی هم، قبلا اینا همشون میدونی که سپاهی و انتظامی هم، داخل منطقه 6 هم اومد اونجا کارگرها رو هم تطمیع هم تهدید کرد که اعتصاب نکنید و این اعتصاب رو بشکنید در سال 84 در داخل منطقه 6 جنت آباد. حالا میشه اینا رو پیوند زد به هم و بگیم واقعا اگه راست میگن این عزیزان ما و درود بهشون که دل سوزن و منم که چقدر دوستشون دارم، فیلمشون رو دیدم، ازشون چیز یاد گرفتم، بیان برای کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت آباد، مولوی، شوش، میدون خراسون، دروازه غار همونطور که شما گفتید و جاهایی که مردم از فقر و فلاکت بچه هاشون رو میفروشن یا اجاره میدن برای تکدیگری و دیگر بدبختی های کار و خیابان، اعلامیه بدن، هفته یه بار کمپین بذارن، 2-3 هفته یه بار بیان اونجا جمع بشن و توجه مردم و مقامات رو جلب کنن به این مظلومیتی که در کشور ما داره بر کودکان و کارگران میرود. بله، نه تنها آقای انتظامی، عزت الله انتظامی، بلکه به قول شما هنرمندان، کسانی که بیانیه امضا کردن، خب به هر حال از سر خیرخواهی بوده، هر چی که بوده به هر حال میتونن این کار رو بکنن. مثلا فیلمسازان زن یا زنان بانوان فیلمساز ایرانی میتونن درباره اخراج زنان از شهرداری توسط همین آقای قالیباف، حالا اگه رنگ سیاسی میگیره و مایل نیستن، خب قابل فهم هست، آدمی کسانی در ایران هم از فیلمساز، بازیگر سینما، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی به هر حال ولی مسلمین هم خودشونو مینامن، فتوایی میده، خواستی میده، به هر حال مسلمان هستن و پیروی میکنن در اعتراض به هر چی که هست، به آنچه که در اسرائیل هست. یا مثلا فرض کنید آقای احمدی نژاد وقتی خواستار نابودی اسرائیل هست، هنرمند ارزندهی که محبوبیت هم داره، محبوب القلوب هست، چه در میون مردم، بسیاری از مردم، و چه در میون کسانی که حکومت میکنن امثال آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای، خب نمیتونه که دیگه اعتراض نکنه به آنچه که اسرائیل در غزه انجام داده یا میده، این قابل فهم است. ولی برای کودکان همونطور که اشاره کردین، تهران، خیابون خوابها و بقیه، من حرف من این هست که از این اعتبار خودشون مقداری هم برای بچه های ایران میشه استفاده کرد، که امیدوارم چنین کنن آقای انتظامی و خیلی کسانی که در تهران آمدن بیانیه دادن برای کودکان غزه. امیدوارم به چنین اقدام خیرخواهانه‌ای برای کودکان ایرانی هم دست بزنن. اما از زندان‌ها چه خبر؟ کارگران زندان کماکان متاسفانه ما می‌بینیم که اخباری که از زندان میاد تلخ است و سخت و بسیار بی‌رحمانه.
هنوز که هنوزه هیچ کدوم از زندانی هایی که قرار بود با قولایی که این آقای روحانی داده بود که توجه بکنن به وضعیت زندانیا و آزاد کردن بسیاری از زندانیا که بیگناه بودن و آزاد که نشدن هیچی، بلکه به انفرادی بردن، جابجاشون کردن. الان بسیاری از کارگران و زندانیایی که ما داشتیم در زندان 350 بند 350 اوین، همه اینا رو به بندهای مختلف مالی و زندانیای یعنی زندانها بین زندانیان عادی و با کمترین امکانات منتقل کردن، حتی بدون اینکه نسبت به این انتقال اونها بیان دلیلی رو ارائه بدن. از جمله مثلا ما بیشتر از 70 نفر از دوستانی که در بند 350 زندانی بودن، اعم از کارگران و دیگران، روزنامه نگار یا امید کوکبی فیزیکدان یا بقیه، الان اینا فرستان بند 6 و 7 و بند مالی و جاهای مختلف، بند قرنطینه و جایی که اصلا بدتر اینجاست. شما هم بند قرنطینه میدونید چه جای وحشتناکیه، یعنی جایی که هر کسی موقت میاره با انواع ممکنه بیماری، اعتیاد، نمیدونم وضعیت نامناسب، و از اونجا تازه تقسیم میکنن بره بندهای داخلی زندان. حالا اینا رو توی بند قرنطینه دارن نگه میدارن، یعنی بندی که هیچ امکانی نداره و هیچ ثباتی نداره، حتی تخت خواب نداره برای خوابیدن، همه کف خوابن. تخت خواب البته من میگم اون تخت چوبیه که روش یه پتو انداختن، نه اینکه تخت خواب. هواخوری ندارن، هیچ گونه امکانات زندگی ندارن، چون که برای فرصت طولانی مدت قرنطینه نیست. اینه که خود این بردن این دوستان ما به بند قرنطینه و انتقال اونا به زندانهای مثل کارون اهواز یا بندر عباس که الان ارژنگ داوودی رو دوباره بردن با این حکم اعدام نامردانه که دادن، خب ارژنگ کارگر فکری است، یک دبیر است. جرمش این است که وکیل جمهوری میخواد، جرمش این است که مسئولیت حکومت رو در برابر مردم میخواد. این متاسفانه وضعی است که در زندانها نسبت به کارگران میره و میبینیم کارگران بیمار هم الان در داخل زندان مثل یا وکیل کارگران بیمار، فرقی نمیکنه. ما الان آقای حسن تفاهو داریم با 86 سال سن 15 سال زندان بهش دادن، چون فقط زیر بار حکومت نرفته و اون چیزی که اونا میخوان نداده، سرطان خون گرفته و الان گزارش دقیق با من دادن تقریبا هر روز ایشون در یک جور بیحالی و نیمه بیهوشی به سر میباره، داروهایی هم که باید بهش بدن نمیدن. یا آقای علی محمد منصوری، صالح کهندل، سعید ماسوری، بهنام ابراهیم‌زاده که هنوز تو انفرادی های 209 از موقعی که بند 353 ماه پیش شلوغ شد، همینطور محمد جراحی با سرطان تیروئید که تو گلوش هستش، شارخ زمانی که کماکان با 10 سال زندان توی زندان رجای شهر هست، رسول بوداغی که بایستی از زندان بیاد بیرون 5 سال 6 سال حکمش تموم شده، تازه گفتن به رسول میخوان حکم هم اضافه بکنن با اتهامات واهی و دروغ. این وضعیت وحشتناک بچه های زندانی ما هست. و خبر غم‌انگیز که یک کارگر 23 ساله رو در زندان مرکزی بیرجند به دار کشیدن، آقای محسن سارانی، فقط جرمش این بوده است که ایستاده و سر حرفی که بهش زدن بار اون حرف رو قبول نکرده و متاسفانه ایشون رو دیروز اعدامش کردن تو محوطه زندان بیرجند به جرم مواد مخدر، که اصلا ایشون 7 ماه که زیر شکنجه بوده یک بارم نپذیرفته این اتهامو با اون شکنجه وحشتناکی که در اتاق مواد مخدر به زندانیا میدن که من خودم شاهدش بودم، مثل ماشین گوشتی و دیگر شکنجه ها، مثل درخت سخنگو و امثالهم. وضع زندانیای ما بسیار وحشتناک است، مخصوصا زندانای شهرستان ها. اگه یه فرصتی بشه شما بتونید یک برنامه ویژه‌ای بذارید، ببینید بیشتر تمرکز روی اخبار زندان اوین و رجای شهر و اینها اومده، مخصوصا موقع ما تو زندان خبررسانی کردیم، ولی الان وحشتناک زندانای شهرستان ها بعد کاملا درسته. اسامی که هست خود یوسندو اسامی والت دیسنیه، یعنی مثلا درخت سخنگو، قضیه چی هست؟ این چجور شکنجه هست؟ بله ببینید، اینا توی زندان قرچک که خیلی هم نمیشناسن، مثلا یه درختی اون وسط محوطهش بود، درخت بزرگی بود، و بعد زندانی رو دو تا دستشو از دو طرف این درخت به هم دیگه از پشت دستبند میزنن، کمرش میچسبه به بدنه این درخت، بعد این کتفش که اینطور از پشت بسته شده همینجور فشار میاد با اون دستبندی که پشت زدن، به مرور زمان که هرچه بیشتر
این دستبند به او پشت فشار داره میاره، انگار دنده های زندانی و این کتفش داره متلاشی میشه، ازم کنده میشه. بعد اون وقت یه بیرحمی دیگه هم میکنن، میکردن توی همین محوطه زندان قرچک، آب و با شکر قاطی میکنن، شربت درست میکنن مثلا، بعد پیرن زندانی هم در میارن میمالن با قلمو با چی به سر و صورت و بدنش، بعد مورچه ها شروع میکنن از تنش بالا اومدن روی تنش به هوای شکر که شیرینه و شربت یا زنبور و حشرات روی بدن زندانی هم میشینن تو اون حیات وحشتناک زندان قرچک، که دیگه هر زندانی هر کار نکرده هم با اون فشار از پشتی که داره اون دستبند میاره، از این برم که این حشرات نشستن دارن این بدنشو میخورن یا مورچه‌ها که گاز میگیرن تنشو یا زنبور و اینها، ببینید که آخه به هر چیزی که بخوان اعتراف میکنه تو این شرایط دیگه، اینه که به سخن میآید، به این تنه درختی که اونجا گذاشتن میگن درخت سخنگو. خب شما ببینید، به عنوان یک کارگر ایرانی که زندانم بود، چون این اقداماتی که یک فقره یا چند فقره از اقدامات بسیار بسیار گسترده‌ای هست که در ایران در زندان‌ها انجام میشه و بیرون از زندان‌ها، چه تفاوتی با داعش میبینید؟ ببینید در ایران آنچه که انجام میشه این اقدامات، یا سنگسار، قطع دست، درآوردن چشم، اینها به عنوان قانون هست و در برابر دوربین انجام نمیشه. اگر حکم اسلامی است، خب باید خیلی هم افتخار بکنیم جلو دوربین چرا نشون نمیدن. آنچه که فرق هست با داعش اینه که داعش جلو دوربین انجام میده. شما وقتی برمیگردید کارنامه رو میبینید، آقای حسن لوی عزیز قطعا شما یادتون هست در روزهای اول پس از انقلاب کارهایی که در ایران انجام شد، نه اینکه کمتر از آنچه که داعش انجام داد نبود، که بیشتر بود. شما در شهرستان ها صحبت میکنه، من یک نمونه میگم، در رشت، در پی حمله به ساواک رشت، هرچی که انجام دادن ساواک، باید بازداشت میشدن، محاکمه میشدن، بر اساس قانون مجازات میشدن. آنچه که در کشورهای دیگه همون اطراف خود ما انجام دادن، مثل مصر و غیره جاها، کسی رو نه اعدام کردن نه. اما دست های چند فرد کارمند ساواک رو بریدن و آویزون کردن و سر بریدن و آویزون کردن. این کارهاییست و کارهایی که من متاسفانه من نمیتونم جلو دوربین بگم، شرم‌آوره که چه کارهای دیگه کردن. این اقدامات انجام شد و این اقدامات، شما ارزیابیتون در این مورد چی هست؟ چی بگم؟ شما موقع یاد اینا میکنیم، من خب یاد دهه 60 میفتم و به خصوص سال 67 که هزاران نفر رو همینطوری در زندان ها کشتن، ریختن توی ماشینایی که مخصوص حمله گوشت بود و اینها رو روی همدیگه ریختن و بردن در گورهای دست جمعی مختلفی دفن کردن، که مثل همین داعش که من عکسش رو دیدم دارن میبرن گور دست جمعی زن و بچه های کرد رو بریزن در کوههای کردستان عراق، که حتی یه گزارشی بود که توی سر پل حافظ در یکی از این ماشینا باز میشه، یعنی در اون قسمت سردخونش، و جسدا یکی دوتا میفته توی سر پل هوایی که تو شیبه رو به بالا بوده، بسیجای اول صبح ماشین رو میگیرن میترسن این همه جسد دوتا بوده سال 67، و بعد تلفن اینور اونور، و بعد موقعی که اون راننده اونا بالاخره میرسه به بالاترین نقطه قدرت که میگن این باید بره بندازه جسدا تو، انگار نه انگار چیزی ندیدید. این گزارشش هم اومد. ببینید در مسئله همین هست، یعنی مثلا در همون زمان بسیاری گروه های چپ، سازمان های چپ، افرادی که به هر حال نه چپ بودن نه به این ور بودن، کسانی من اسم میبرم چون جزو تاریخ مسئله شخصی نیست، مثل آقای علی اصغر جوادی، سردبیر از سردبیران سابق کیهان تهران، روزنامه نگار، نامه‌نویس معروف به محمد رضا شاه پهلوی، و از کسانی که اعتبار و نفوذ بسیار گسترده‌ای در جریان رهبری انقلاب داشت، یعنی مردم در نشیشون. وقتی اعدام‌ها بر پشت بام مدرسه علوی آغاز شد، نشریه جنبش از جمله نشریاتی بود که علنا نوشتن که این سرعت اعدام‌ها کافی نیست
با سرعت انقلاب نمیخوانند. امروز آقای علی اصغر حاجی جوادی چند صفحه برای مردمان غزه و فلسطین دلسوزند، ولی سخنی از کودکان ایزدی که کشته میشن، مردمان ایزدی در کردستان، کودکان کار، کودکان دروازه‌قار که خرید و فروش میشن و که البته امیدواریم آقای انتظامی فکری به حال اونا هم بکنن، آقای آیسه جوادی کلامی نگفته و نخواهند گفت و نمیگفت. چون این است. یعنی ببینید ما همیشه عیب همسایه رو میبینیم معمولا، ولی عیب خودمون رو خاک روش میزیم. در عرصه بین المللی آخرین خبر رو از شما میشنویم آقای حسانلوی عزیز. چه توجهاتی متوجه ایران هست وضعیت کارگران ایران؟ من اگر بخوام در رابطه با وضعیت بین المللی صحبت کنم، اصلی ترین مسئله اون نهاد به اصطلاح ILO، سازمان جهانی کار، که کماکان در رابطه با عدم داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد در ایران و عدم رعایت حقوق کارگران نسبت به کارهای تشکیلاتیشون و نداشتن آزادی‌های مصرحه که هم در قوانین بین‌المللی و هم به خصوص در مقابله نامه‌های سازمان جهانی کار اومده، مقابله نامه 87 که حق تشکیل تشکل‌های آزاد رو میده و مقابله نامه 98 که داشتن حق پیمان‌های دست جمعی که بین نمایندگان واقعی کارگران و کارفرماها باید امضا بشه و بهش رسیدگی بشه. و اتفاقا همین اصول بود و این کنوانسیون ها بود که اون زمانی که ما سندیکا رو به عنوان بازگشایی دوباره بنیانگذاری کردیم، روی همین مقابله نامه ها و کنوانسیون ها رفتیم و از همون موقع شکایت دادیم به دست آقای خوان سوایاما و این نقض پایه‌ای حقوق کارگران ایران رو که میلیون ها نفر هستن با زن و بچه هاشون اونجا گوشزد کردیم. امروز روز هم متاسفانه برخلاف تقلبی که حکومت میکنه و این خانه کارگری ها و نماینده های شورای اسلامی و نمیدونم کانون های صنفی اسلامی مرکزی که زیر نظر وزارت کار هستن رو اونجا میبره، گزارشاتی که رسیده خانم شارون بارو که مسئول دفاع از کمیته های آزادی تشکل های کارگری و کارفرمایی در نهاد ILO بودن و الان هم خودشون به عنوان رهبر ITUC یعنی اتحادیه بزرگ بین‌المللی جهانی کارگران با 170 میلیون عضو فعلا این پست هم بهشون دادن و انتخاب شدن، ترک کرد این موضوع رو و اسامی کارگران ایران و نهادهایی که زیر سرکوب شدید از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد و کانون صنفی معلمان و همچنین سندیکاهای دیگر رو دونه دونه به نام آورد که من بخوام بگم خب طولانی میشه شرحش، و از اونجا هم درخواست کردن از نهادهای بین المللی حقوق بشری که به خصوص در گزارش آقای احمد شهید حتما در این گزارش آیندهشون یه بخش ویژه‌ای گزارشاتی خواهد بود که ما اینجا زحمتی که دوستان از داخل کشیدن رو دستبندی کردیم، ترجمه کردیم، به دفتر آقای احمد شهید فرستادیم و قول دادن که حتما به عنوان بخش فاحش از نقض حقوق بشر، نقض حقوق کارگران ایران رو از طرف نهادهای بین المللی حقوق بشری و به عنوان کارشناس ویژه ایران مطرح بکنن. بله، و امیدوارم بیشتر در مورد کارگران زندانی اقداماتی سریع و روشن انجام بشه. همه زندانیان سیاسی، اشاره کرده بودید به حکم که افزایش پیدا کرد، از جمله حکم آقای ارژنگ داوودی رو زمزمه تبدیل به اعدام رو مطرح کرده، واقعا غم‌انگیزه. چون این نوع دادگستری رو شما چطور میبینید؟ ببینید مسئله اساسی اینه که ما الان با یک حکومتی طرفی هیچ چیزی به نام قانون یا قوه قضاییه یا دادگستری نداره. من همیشه تو نامه‌های خودم از زندان می‌نوشتم بیدادگستری، یا دادنامه رو می‌نوشتیم بیدادنامه. چرا؟ بخاطر این دادگستری نیست، به خاطر اینکه کجای دنیا یه زندانی رو با 3 سال حکم میبرن تو زندان مثل غلامرضا خسروی بعد اعدامش میکنن؟ یا مثلا آقای ارژنگ داوودی، ایشون یه معلمه، یه دبیره، یه آدم فرهیخته، من تو زندان سالها باهاش بودم و نزدیک دیدم،
نه جنگ مسلحانه کرده، نه حتی یه اعلامیه امضا کرده در رابطه با مسائل خشونت آمیز، یک روش کاملا انسانی رو بر خود گرفته، مطلبی به عنوان وکیل جمهوری نوشته به شکل یک کتاب، به عنوان یک پیشنهاد در نوع حکومتی است که حکومتگران نمیتونن رئیس مردم و سرکوب کننده مردم باشن، بعد مثل کریم خانزن وکیل و رؤیا باشن، وکیل مردم باشن با ساختارهای نوین مدرنیته، با تکیه بر دموکراسی، احزاب، شوراها، نهادها، سندیکاها و از کف جامعه قدرت به وجود بیاد بره بالا، مثل خیلی از تجربه‌هایی که تو کشورهای اروپایی و همین آمریکایی هم من الان اومدم موقعی که بودم میبینم که چقدر نهادهای مردمی در حل خیلی از مسائل خودشون تو محلات، توی ادارات اینا نقش دارن و نه فقط یونیون ها و سندیکا ها، شورای محلی در انتخاب شهردار و اتفاقا ایشون این مطالب رو مطرح کرده. چطوری یه دفعه توی زندان آدمی که 3 سال یا 6 سال حکم داشته بیشتر از 10، 11، 12 سال تو زندان نگهش داشتن، به جای مختلف تبعیدش کردن، حالا حکم اعدام رو به وکیلش ابلاغ کردن، آوردن ایشون رو. این باید به آقای محمد جواد لاریجانی گفت که اخیرا گفته که چیز هست، ایران جمهوری اسلامی الگوی حقوق بشر در جهان هست. آقای محمد جواد لاریجانی یکی از همون لاریجانی های ریز و درشتی که هست و مسئول حقوق بشر دستگاه قضایی، که اتفاقا همین آقای لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که آمده بود، هنرمند توانای دیگه ای مثل آقای داوود رشیدی همراه ایشون بود و در اونجا از وضعیت دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران هم آقای لاریجانی ستایش کرد و هم آقای داوود رشیدی. خب لابد دلایلی داشت برای این کار آقای داوود رشیدی، هنرپیشه، هنرمند تئاتر و سینما و رئیس سابق اداره تئاتر سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مدافع حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کنار محمد جواد لاریجانی 3 سال پیش ژنو. والا من چی بگم، اصلا این اوضاع احوال اینقدر بد و غم انگیزه که فقط شرط به زندانی ها مربوط نمیشه که اینطور تحت ستم و گرفتاری هستن، این حرفا رو هم میزنن. من واقعا نمیتونم درباره این مسائل اظهار نظر کنم چون خیلی فاصله بین واقعیتی که هست با این اتفاقاتی که میفته زیاد. آقای صندوق خیلی کوتاه بفرمایید، این که آقای محمد جواد لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی الگوی حقوق بشر در جهان هست، اینو شما اشاره کردید که نمیتونید نظر بدید چون دور بودید؟ نه، این که الگوی درست میگه، الگو در جنایت، الگو در سرکوبگری، الگو در چگونگی به وجود آوردن اختناق و خفقان، الگو در حتی دادن حکم کشتار دیگران در خارج از ایران. ما الان آقای جمال حسینی رو داشتیم که در ترکیه یک فعال حقوق بشر بسیار با ارزش، جمال حسینی تمام زندگیش رو 10 سال وقف کرد برای گزارش هایی که از زندان می اومد و در سایت هرانا منتشر می کردن و در مجموع فعالان حقوق بشری همین دنیا می شناختن جمال حسینی رو، ولی تو خونش همین هفته قبل پیدا شد، سرش روی لپتاپش، خون از بینیش زده بیرون، خون از گوشش زده بیرون، خون پشت در ریخته، خون جلوی تلویزیون ریخته و پلیس و دادستان شهر نوشهیر مرگ ایشونو بسیار مشکوک و نزدیک به قتل دونست و جسدشو فرستادن برای پزشکی قانونی و میدونیم که ترکیه حیات خلوت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی است و اینا شروع کردن دوباره شاید به ادامه همون کارهایی که قبلا ترورهای خارج از کشور میکردن و جمال حسینی شاخصی بود برای همه مدافعان حقوق بشر ایران طی 10 سال. یک کارگر آهنگر بود که زندانیش کردن 10 سال پیش، از ایران اومد بیرون ترکیه با اینکه پذیرش هم بهش داده بودن ولی کشور سوم بهش ندادن و اون تمام زندگیشو وقف کرد و در کنار دوستای جوان دیگه، همش 32 سالش بود این جوان، هم سن و سالای خودشون این سایت هرانا رو درست کردن و من تو ترکیه با ایشون مدتی همکاری، همراهی، همخانگی داشتیم، نون و نمک با هم خوردیم و حالا این خبر غم انگیز مرگ اونو بعد از این تلاشایی که کرده خدمت شما و هممیهنانم در داخل و خارج کشور بدم که کاملا مشکوکه و با اون روشی که آقای لاریجانی میگه ما الگو هستیم برای این وضعیتی که بر زندانها و زندانیان و اعدامها و کشتارها میرود، این هم قابل بررسی است.
به گفته ناظران بسیار مطالب این روزا منتشر میشه که بله ایران ایران و آنچه که اسم حکومت هست جمهوری اسلامی الگویی شد انقلاب اسلامی برای گروه های اسلامی و سلول های خفته اسلام سیاسی در منطقه که بیدار شد به شکل های مختلف، هم از القاعده از درونش در آمد و طالبان در آمد و داعش این روزها الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران. حرفیست که در مطبوعات به خصوص دنیای عرب در تحلیل ها مطرح شد که این انقلاب اسلامی ایران بود که اعتماد به نفس داد به گروه های اسلامی در کشورهای دیگه که میشه قدرت سیاسی رو تصاحب کرد با ابزاری به اسم اسلام سیاسی و چنین شد. این حرفیست میخواستم نقل کنم که بسیار هست در این موضوع. سپاسگزار هستیم آقای حسنلوی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با امید به روزی که در نه تنها در ایران در هیچ کجای جهان زندانی سیاسی نداشته باشیم و مادرانی مانند مادر جمال حسینی، مادر افشین حسنلو، مادر خسروی و بقیه همه مادران، مادران ستار بهشتی، امیدرضا میرسیافی و بسیاری دیگه داغدار عزیزان خود نباشند و هیچ پدر و مادری نگران این که فرزندش چطور فکر میکنه نباشه، جوانان آیندهی درخشان داشته باشن در میهن خودشون. من این خبر خجسته رو هم بدم که سرکار خانم مریم میرزاخانی، دختر ایرانی، بانوی گرامی ایرانی، برای نخستین بار در جهان یک بانو برنده جایزه ریاضیات شد در کنگره ریاضیدانان جهان که امسال در سئول برگزار شد. از سال 1963 تا کنون که بیشتر همه برندگان مرد بودن، 4 نفر امسال جایزه رو مشترکاً دریافت کردن. یکی خانم مریم میرزاخانی هست، ایرانی، که در دانشگاه استنفورد آمریکا تدریس میکنه، تا سطح قبل از دکترا در ایران بود و چنین ارزنده جوانانی ایران داره و چه در ایران چه بیرون است. با امید به روزی که همه در ایران، همه جوانان در ایران آینده روشن و درخشان در برابر خود داشته باشند، همچنان که جوانانی همچون مریم میرزاخانی نشون دادن شایستگی های بسیار بسیار دارد. سپاسی دوباره از شما آقای حسنلوی گرام. با سپاس از شما و بقیه همکاران و امید روزهای بهتر برای همه ایران زمینی ها. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فرد. با من و شما هستن آقای حسن شریعت مداری عزیز در هامبورگ آلمان. سلام به شما، خوش آمدید. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما. آقای شریعت مداری، به نظر میرسه صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای و آنچه که پیش از این صحبت‌ها آقای حسن روحانی گفته درباره مذاکرات اتمی، خیلی ها تعبیر و تفسیر کردن به اینکه شدت اختلافات بین دو جناح اصلی حکومت، از طرف دیگه جناح سومی هم ظاهرا هست، جناح محمود احمدی نژاد، که اون هم حرفای خودشو داره. آیا این جناح بندی ها و این سخنان، این اختلافات جدی هست یا خیر دعوای حوزوی؟ نخیر، به یک مفهوم جدیه، ولی فراموش نکنیم که ابتکار این مذاکرات با شخص آقای خامنه‌ای بوده. در حقیقت قبل از انتخاب آقای روحانی نژاد، آقای روحانی، ترکیب آقای روحانی و احمدی نژاد شد روحانی نژاد تو ذهن ما. خیلی ببخشید.
بسیار ترکیب خوبست، بفرمایید. آقای خامنه ای قبل از انتخاب آقای روحانی این مذاکرات رو شروع کرده بود و ابتکار از ایشون بود. اون که شاید مایه دلواپسی آقای خامنه ای، اگر اصطلاح دلواپسان رو به ایشون هم تعمیم بدیم، این هست که مذاکرات مستقیم با آمریکایی ها مذاکرات 5+1 رو تحت شعاع قرار داد. ولی خب هم خود ایشون میدونن و هم تیم مذاکره کننده که مشکل اصلی با اروپا نیست، با آمریکاست. و این سیاستی که آقای روحانی فکر میکرد اگر با 5+1 مذاکره کنه حداقل جناح اروپایی رو میتونه از آمریکا جدا بکنه، ایشون عقیده داره که به توفیق نسبی رسیده، ولی من چنین باوری ندارم. به هر صورت اگر با آمریکا کار رو تمام نکنند، حداقل انگلستان و آلمان به طور قطعی در طیف آمریکا خواهند بود و فرانسه هم آمریکا رو ترک نخواهد کرد. شاید چند کشور دست دوم مثل ایتالیا یا اسپانیا منافع اقتصادیشون بر منافع سیاسیشون بچربه و اون هم برای یک مدت محدود. بنابراین تیم آقای روحانی به درستی دریافته که اختلافات اصلی با آمریکاست و باید حل بشه، و آقای خامنه ای شاید نگران این هست که اون سیاستی که در ابتدا فکر کردن هنوز شانس داره و این گفتگوی مستقیم اون شانس رو از بین خواهد برد و در نتیجه گشایش تحریم ها به این آسانی میسر نخواهد بود و از این اهرم نخواهند توانست استفاده کنند. به هر صورت صحبت های آقای خامنه ای نشان میدهد که ایشون ضمن تقویت کامل جناح مذاکره کننده اما و اگرهایی رو هم به دو مقصد میگذارد. یکی به این مقصد که اگه مذاکرات با توفیق نسبی همراه نشد او بگوید که من از اول پیش بینی کرده بودم. دوم جناح مخالف رو هم باشون روابط خودش رو حفظ کنه و اونها رو در مقابل خودش نداشته. یک وبسایت وابسته به آقای احمدی نژاد گفته که همین موضوع تضاد، یعنی از یک طرف حمایت از مذاکرات، از یک طرف دیگه اینکه امیدی نداشتن به مذاکرات. این یه تضاد به گفته این وبسایت یا سخنگوی آقای احمدی نژاد حساب میشه این وبسایت در حال در سخنان آقای خامنه‌ای؟ بله خب ببینید، سخنان آقای خامنه ای بیش از اون که معطوف به واقعیت ها یا عدم تضاد باشه، معطوف به وضع خصوصی خود ایشون و موقعیتی است که در اون به سر میبره و این موقعیت خود تضاد آلوده، برای اینکه بر جناح های مختلف ناهمگونی که هر کدوم بلوک قدرتن میخواد در بین اینها تعادلی رو حفظ بکنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه. بنابراین این تضادها در حقیقت آشکار پنهان است، چیزی نیست که بر کسی پنهان باشه و همه میدونن که به چه منظور آقای خامنه ای مجبور است با زبانی غیر شفاف و متضاد صحبت کنه. از یک سو واقعیات موجود تحریم های استخوان خورد کن و در حقیقت تحریم هایی که اقتصاد رو به پایان خودش رسونده همچنان برقراره و حل اونها بدون مذاکره ممکن نیست. از سوی دیگر ساختار سیاسی کشور از قطبهای متضاد منافعی تشکیل شده که در صورتی که ایشون برخی از این ها رو ناامید کنه لاجرم تنش سیاسی دیگری در کشور. بنابراین این وضعیت باعث میشه که ایشان با زبانی رمزآلود و گاه متضاد صحبت. خوبه، در این میون سپاه پاسداران کجا ایستاده؟ به نظر میرسه سپاه پاسداران یا دست کم جناحی از سپاه پاسداران چندان همراه آقای روحانی نیست. همونطور که گفته میشه تهدید کردن خواهرزاده ایشون رو بازداشت خواهند کرد یا پرونده سازی کرد. بله، به نظر من جناح تندرو سپاه پاسداران و اطلاعات موازی بیشتر مخالفه. ولی اخیراً مذاکرات خط دوم آمریکایی‌ها با سپاه قدس
و در حقیقت در مورد داعش، سوریه و کشورهای همجوار و لبنان باعث شده که به نوعی موازی بودن منافع بین بخشهایی از سپاه و بخشهایی از دولت در نزدیکی با آمریکا و حتی رقابت بر سر اون پیش بیاد و بنابراین مخالفت ها مقداری تعدیل پیدا کرده. به عبارت دیگر سپاه هم در حقیقت اطمینان به نفس پیدا میکنه که در آینده ای که امکاناً آمریکایی‌ها از بازیگران اصلی اون خواهند بود، سهم او همچنان محفوظ. رقابت برای نزدیکی به آمریکا، رقابت برای داشتن نقش درجه یک در سیاست در حقیقت، یعنی سپاه فکر میکنه که با تسلطی که به سیاست در ایران داره، با نقشی که در منطقه داره، در سیاست میتواند سهم شیر رو داشته باشه. در صورتی که قانونا و رسما این حق دولت و رئیس جمهور برآمده از آراء مردم هست و این تضاد ساختاری که بین قدرت حقوقی و قدرت حقیقی در ایران وجود داره، خب توقعاتی رو در سپاه ایجاد میکنه که باعث این رقابت. و بعد چه نقشی داره اقتصاد و مصالح اقتصادی در این جناح‌بندی ها و شاخه شاخه شدن ها؟ بله، ببینید، بخشی از اقتصاد در حقیقت اقتصاد رانتی و فساد اقتصادی و امتیازات شخصیه که اقتصاد به افراد داده و این خودش بسیار تعیین کننده است. مثلا یکی از دلایل تهدیدهایی که نسبت به آقای روحانی و برادرزادش میشه، یا خواهرزادش یادم نیست دقیقا، خواندم این است خواهرزادیش، امتیازاتی رو که در دوره آخر احمدی نژاد برای عده‌ای پیدا شده بود به خاطر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و انضباط مالی که در دستور این دولت، به طور موفقیت آمیزی حذف کرد و این کار باعث این دشمنی ها شد. ولی بخش مهمتر از اون رانت و اقتصاد سایه است که در حقیقت نهادها رو تغذیه میکنه. ما در حقیقت در ایران یک دولت نیمه پنهان نیمه آشکار داریم که قوی تر از یا به اندازه دولت آشکار قوی است و بنابراین همیشه این دلخوره وجود داره که انضباط مالی، شفافیت در بودجه و کم کردن هزینه ها این دولت پنهان رو تحت مضیقه قرار بده و امتیازات اون رو و اثرش رو در سیاست کم رنگ کنه. و این دلواپسی معروف به این که آنها دلواپسن پیش از مذاکرات دلواپس این اقتدارهای نیمه پنهان نیمه آشکارند که اگر مملکت یک روزی انضباط پیدا کنه، خب کمرنگتر خواهد شد و شاید از بین بره. این دلواپس فروپاشی، در حقیقت دلواپس فروپاشی خودشون هستند بیش از نظام و انقدر دقدقه نظام رو ندارن، میترسن که اقتدار خودشون رو از دست بدن و بنابراین به جد میکوشند که حتی به قیمت اینکه نظام در مخمصه قرار بگیره یا در وضعیت بدی قرار بگیره، امتیازات خودشون رو حفظ کنند. البته امتداد چنین سیاستی به اینجا منجر خواهد شد که این بلوک‌های قدرت از هم دورتر بشن، مسئول یارگیری جداگانه از همه بین المللی و در داخل مملکت بشن و این کار مقدمه فروپاشی نظام است اگر به این مرحله برسه. و این اقتدار نظام یا نظام مگر جدا هست از اجزاء نظام؟ این بله، ببینید، در نظام های ایدئولوژیک موقعی که اون ساختار رهبری یا اون الیت رهبری به بلوک های متفاوت تقسیم میشن و منافع مختلفی رو دارن، درسته که یک منفعت مشترک دارن و اون حفظ نظامه، ولی همیشه این منفعت به طور واقعی رعایت نمیشه و بعضی موقع جنگ قدرت به قدری قوی است که این منفعت کلی رو تحت شعاع قرار ده. پرسش من این هستش آقای شریعت مداری عزیز، در شرایط کنونی آنچه که در عراق میگذره
داعش انجام میده. در ایران بخش بزرگی از اقدامات داعش به شکل قانون، از قبیل بریدن دست، در آوردن چشم، سنگسار، همه اینها قانون است. قانونش از مجلس گذشته و تصویب شده اجرا میشه. عرض کنم خدمت شما، آقای محمد جواد لاریجانی میان و اعلام میکنن که ایران در حال حاضر میتونه الگویی برای حقوق بشر باشه در سراسر جهان. تفسیر شما رو میشنویم. بله، امیدوارم که داعش با وجود همه خطراتی که داشت، کارهایی که کرد در حقیقت همون قانون مجازات اسلامی ایران بود به طور مجسم و در معیار وسیع. این زنگ خطری و هشداری باشه برای حاکمان ایران که ببینن اون چرا که بر کاغذ ها می نویسند اگر عمل بشه چقدر مورد انزجار خود مسلمانان خواهد و اون رو تغییر بده. این صحیحه. و از طرف دیگه این نوع همفرهنگی ممکن است که هرچند ایران شیعه است و این خطر بیشتر متوجه عربستان و سعودی و شیخ نشین هاست که با عنایت به فاندامنتالیسم مذهبی در سالهای اخیر در حقیقت یک نوع همفرهنگی به وجود آوردن و مانع بیگانگی مذهبی هم بین داعش اونها وجود نداره، اما با این وجود در ایران هم ممکن است بخشهای تندروی حداقل در قالب شیعی به این هوس بیفتن که مانند داعش عمل بکنن و آقای خامنه ای رو کافی برای رسیدن به مقصود خودشون ندونه. این خطر همیشه هست، همچنان که خطر حمله داعش به ایران هم همواره به عنوان یک ریسک و یک خطر و نه یک واقعیتی که ممکنه فردا اتفاق بیفته وجود دارد. آیا ایران از این مرحله داعش نگذشته با اقداماتی که در پس از انقلاب در ایران انجام شد؟ دار زدنها، سوزاندن، بریدن سر، بریدن دست، اقداماتی که انجام شد در ایران پس از انقلاب، یعنی همین مرحله‌ای که الان داعش جلو دوربین انجام میده، بدون دوربین انجام شد در ایران و بسیاری شاهد بود. یعنی این در ابتدای انقلاب ما صحنه های بسیار دردآوری داشتیم و نسل من و شما همه اون رو دیده، ولی فراموش نکنیم امروز با نسل هایی روبرو هستیم که بسیار از اینها رو ندیدن و در حقیقت اون مرحله براشون عینی نیست، فقط از پدرانشون شنیدن. بنابراین اگر گفته نشه، اگر تکرار نشه، اگر آموزش داده نشه، همواره خطر بازگشت این نوع فرهنگ منحط دوباره به جامعه و در بین حکومتگران هست. ما باید دائما بگیم، دائما اصرار کنیم، دائما بازشکافی بکنیم و نسل جوان رو آشنا بکنیم با اون چی که در ایران سالهای انقلاب گذشته. و اون چی که الان در حال حاضر میگذره، آقای شریعت مدری عزیز، برگردیم به سخن نخست. اون چی که بین دو جناح اصلی حکومت میگذره در ارتباط با باز کردن درها به سوی غرب، به ویژه آمریکا، یا همچنان بسته نگه داشتن، خواستگاه این جدال آیا رو به منافع و مساله ملی داره یا نه؟ ببینید، مشکل میتوان گفت که آیا مساله ملی در آینده به مساله ایدئولوژیک غلبه خواهد کرد یا نه. به هر صورت نسلی که اکنون بر سر کاره، آشناییش با همپوشانی یا مقطع مشترک منافع ملی و منافع ایدئولوژیکی که متصور بودند بسیار به کندی صورت گرفته. اونها همواره فکر میکردند که ملی‌گرایی کفر، مساله ملی زندقه است، این مساله ایدئولوژیکه که ارجحیت داره و به تدریج است که میفهمند تا مملکتی نباشه، تا ساکنین درون این مملکت راضی نباشن، تا اقتصادی نباشه، تا چارچوبی نباشه، حتی اونها به آرزوهای غلط خودشون هم نخواهند رسید. بنابراین تا موقعی که این نسل بر سر کاره، تا موقعی که هنوز مخلوطی از اون تصورات بر اینها غلبه داره، مشکل بتوان گفت که یک اراده ملی خالص به دور از ایدئولوژی و منافع ملی
محاسبه گرانه به دور از آرزوهای بلند پرواز ایدئولوژیک میتواند حاکم بشه. بنابراین من فکر میکنم که در درجه اول تلاش همه حتی معتدلترین جناحهای این نظام هم ادامه حکومت خودشون و حکومتی که هنوز مقدار زیادی بار ایدئولوژیک در اون هست، با وجود اینکه عملگرایی و منافع مالی به ایدئولوژی و آرمانهای اولیه بسیار غلبه کرده، ولی نمیتوان گفت که به کلی ایدئولوژی پاک شده و این نظام صرفا یک نظام عملگرا و بر محور منافع اقتصادی است. بنابراین به سختی میتوانم برای خودم روزی رو مجسم کنم که حاکمان فعلی بر اساس منافع ملی کارهاشون رو پیش ببرن. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری عزیز در هامبورگ، با سپاس بسیار از شما. منم خیلی متشکرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز سهند و سبلان، البرز، کوه آسماری، کوهساران دنا، تفتان، شیرکو در یزد، دراک در فاس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.